لیزر نباید به همون بخوره، اگه به همون بخوره کل موزه آژیراش به صدا در میاد. خب چه جوری باید اینو رد کنیم؟ خب اون ببین تو کاری نباشه، هر کاری من انجام میدم تو هم انجام بده. خب همون هر کاری تو کردی؟ آره. خب باشه. خب بالاخره موفق شدیم. آره؟ بزن بریم. تابلو ما رو کجا میبری؟ اصلا شما کی هستی؟ اون نقاب رو از اون چهره پلیدت بردار. بناش من تو فیلم دیده بودم، گفتم وگرنه قصدی نداشتم. بردار این نقاب رو ببینیم کی هستی؟ مامان
اما منصور زهرمار بذاره یه پر روی بی تربیت. اینجا چی کار میکنی؟ همون کاری که شما میکنه. نه نه نه، حالا خیال کرده میتونی منصور خان مزفر زرگنده رو دور بزنه؟ نه نه، اون وقت این دوربین ها شما چجوری رد کردی؟ ما خودم دوره یه دوربین منه نبینه ای گذره. نه نه نه، اما منصور لیزرها رو چی؟ لیزر کلوچند، ما خودم لیزر رو به من بگن منصور لیزر. نه 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 نه، خب حالا چی کار کنی؟ چی کار کنی؟ خب برم دیگه. خب نمیتونیم که اما منصور، صبح در رو باز میشه اینجا. بیا بیخیالش، بیا از در پشتی میره بازم خودم دیدون. نه 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 نه، را بیفتم برن. نه نه نه، در موقعی که اینا موفق شدن تابلوی خانقلی خان رو از موزه بدزدن، کمی دورتر اتفاقاتی در حال افتادن بود که تو خوابشون هم نمیدیدن. بله، پرویز خان کماکان در فکر فرار از زندانه تا بتونه بالاخره انتقام تاریخی و خانوادگیش رو از خاندان مظفر زرگنده بگیره. انتقام شکستی که جدش حسام الدین خان مساوی در جنگ عباس‌آباد از خانقلی خان مظفر زرگنده خورده بود. انتقام به زندان افتادنش توسط خانواده مظفر زرگنده. انتقام، انتقام، انتقام. زهره بود بالایم ساعته باری بالای اسم شوید. کنو از مادر زایده نشده کسی که بخواه منصور خان رو دور بزنه. دنگه ما هر وقت بخواهیم شما رو دور میزنیم. مگس اگه تو باغ بجوبه ما میفهمیم. دنگه شما خودتان مگسید. نیستیم. هستید. نیستیم. هستید کفتار. مگه نخنمای لپر با سر میزنیم میان دماغتان ها. پدر جان، عمو جان، زشته. اجازه بدین این تابلو رو باز کنیم ببینیم اون نقشه تو این تابلو هست یا نه. از مادر زایده نشده کسی که بخواه منصور خانه بپیچونن. دنگه ما همین الان هم میتوانیم شما را بپیچانیم. آزرا بر جوانان عیب نیست. دنگه نه، البته صحیحش آرزو بر جوانان عیب نیسته. بله کامران. بله پدر. تو چه گفتی؟ من فقط این ضرب المثل غلطی که عمو منصور گفتن رو تصحیح کردم. آزرا بر جوانان عیب نیست؟ یک ضرب المثل قدیمی قلحکیست گوساله. چنوی جوانای امروزی اصلا از آداب و رسوم هیچی سرشون نمیشه. ببخشید پدر، من نمیدونستم. خب معنیش یعنی چی؟ آزرا بر جوانان عیب نیست یعنی این که یک پسر عمو میخواهد پنهانی قسمت دوم یک نقشه ی گنج را بالا بکشد. اینم نقشه یه گنج خانم آقایون دز. با این تابلو خانقلی خان چیکار کنم؟ هیچی دیگه لازمش نداریم، بندازش دور. تابلو خانقلی خان رو بندازیم دور، بدینش به من لطفا. یه بابا، من واقعا معذرت میخوام خانقلی خان، لطف کنین ببینین تو نقشه چی نوشته لطفا. خب این که همه سوراخه. بیشتر شبیه سوراخه که دورش یکم نقشه است. میگم نزی نقشه قبلی داری؟ آره اینجاست، بیا بده ببینم. خ
به نظرم میاد این نقشه باید تکمیل کننده هم دیگه باشه. این را که خودمان هم میدانستیم چگونه؟ از مادر زایده نشده کسی که منصور خانه بخواه به پیچونه ننده. نازی این شعره چی نوشته؟ بدینش من بخونمش لطفا. شانه به شانه بر به بر دریای قلهک شد نمایان در برابر. فرو خانم بدین من بخونم اون یکی شعر. آن دیگری را یافتند و شاد گشتند، دریای قلهک در نور دیدند آخر. منظور از آن یک نفر دیگر کیست؟ ما که فقط دو نفریم. به نظر من یه تیکه دیگه از نقشه دست یه نفر دیگه است. انگار اینجا یه چیز دیگر نوشته. آزر کن نوشته خورزوخان. بدش ببینم، بدش به من. خورزوخان چه بی سواد خزر شهر. گل مراد خان اینا فهمیدن که این نقشه قسمت سوم هم داره. قسمت سوم دست کیه؟ دست این گل مراد. گل مرادی که دلشو شکوندن از اینجا فرستادنش ولایتش، حالا دیگه با بدبختی میتونن پیداش کنن. مگه اون حالا رضایت میده؟ میگن که این منو یاد یک ضرب المثل قدیمی میندازه که تا گوساله گاف شود دل صاحبش آب شود. تا گوساله گاف شود دل صاحبش آب شود. آخه اصلا این ضرب المثل اینجا موضوعیت نداشت. الان غلط گفتی شما. چی موضوعیت؟ چی میگی؟ میگم چه ضرب المثلی باید اینجا میگفتی؟ همین دیگه، تا گوساله گاف شود. نه، چه ضرب المثلی باید اینجا میگفتی؟ موش تو سوراخ نمیرفت جارو بدم بشم. یعنی خاک بر سر ما که راویمون توی اینجا. ضرب المثلی که اینجا موضوعیت داره اینه که میگه بذار تومونش دوتا شده. نه گه داره اولش. گوجه فرنگی با نمک شور شده. خب نه این نیست. نه واسه گذر، گذره گذر عمر ببین و بر لب جوی نشین. نه گذر لوتی ساله. نه گذر مصطفی هم نه. گذرگاه کاساندرا. نه گذرگاه مرگ با شرکت جمشید آریا. نه فروغ بابا. بله پدر جان. مربا بده بابا. بفرم. باید یک نفر برود و قول مراد را بیاورد اینجا. قول مراد کود همبار ما نخواهد کرد خانه والا. پس ما باید برویم به خزر شهر. همه ما را این سگ از خانهش بیرون میاندازه. ببینید به چه روزی افتادیم. گذر پوست به دباغ خانه می افتد. خاک بر سرت مظفر. آفرین آفرین همین بود. نه منظورم همین ضرب المثله بود که گذر پوست به دبا خونه میفته. ها پدر اونو میگم، اگر نه خاک بر سرت کامران که وسط حرف پدر میپری. به خزر شهر میرویم. پدر جان شما واقعا فکر میکنیم با این کاری که فروغ خانم با قول مراد کرده قول مراد رو خوش به ما نشون میده؟ مجبوریم این خاری را به تن بخریم. کامران را وادار میکنیم تا نوکری درگاه قل مراد را بکند و پشت در خانه اش آنقدر او کند تا دل قل مراد به رحم بیاید. پدر چرا از من مایه میذارین؟ خب این همه آدم اینجا هستش. یا حالا خود شما که هیچی. نازی خانم که نه، فرو خانمم که نه، و تو که هیچی. این من خودم پشت درگاهش این او میکنم تا اینکه
بله. ولی پدر جون من فکر میکنم چون فروخ خانوم دل عمو قلمراد جانو شکستن، خودشون هم باید برن دلشون رو به دست بیارن. من؟ اگر فکر کردین من حاضرم برم حتی یک لحظه با اون موجود روبرو بشم، همه تون کور خوندین غیر شما پدر جان. من عزیز دردونه خان مظفر برم مجیز اون هیچی ندا رو بگم؟ پدر جان پس کی میخوان این ابرها و گرد و غبار تیره از زندگی نگونبخت فروغ بدبخت کنار برن؟ طاقت دیدن اشکهای زلال فروغ بابا را نداریم و این اشک‌ها را با رشته کوه‌های الماس عوض نمی‌کنیم. آفرین. کف بر آن ثروتی که بهایش اشک‌های زلال فروغ بابا باشد. امروز چندم کامران؟ نمی‌دونم چطور مگه نازی خانم؟ هیچی، می‌خواستم بگم که فکر می‌کنم تا اولین قصه آزرا چند روز بیشتر نمونده، چند تا از لوله‌های خونه ترکیده، قبض آب و برق و گاز اومده، در ضمن یخچالم خالیه، فقط خواستم یادآوری کرده باشم. فروغ بابا. بله پدر جان. لباس گرم همراه بردارید، ممکن است خزر شهر سرد باشد. پدر جان شما گفتید اشکهای زلال من، الماس رشته کوه، فروغ بابا توف توف به ثروت. قپی آمدیم بابا. کامران. بله پدر، مربا میخوان. تا ما مهیا میشویم فروغ بابا را برای رویارویی با قلمراد آماده کنید. تحقیر می شویم. من نمی فهمم. قلمراد می خواد دل فروغ رو به دست بیاره، من باید آموزشش بدم. فروغ خانم می خواد دل قلمراد رو به دست بیاره، من باید آموزشش بدم. آخه به من نازی خانم بیاییم بریم طلاقتون بدم. قلمراد میبینی چی کار میکنی؟ خب نه، تو که نباید واسه اون قیافه بگیری، اون واسه تو قیافه گرفته. حالا بهش سلام کن. سلام. من از این خیلی بدم میاد نازی. فروغ اینجوری نگو. خب اینجوری که با تیپا میندازدمون بیرون، تو باید منت کشی کنی، بعد ازش معذرت خواهی کنی، دلشو به دست بیاری. از این؟ آره. مگه من چمه فروغ خانم؟ وای تو الان قلمرادی. آها خب الان شروع کن. ببینید عمو قلمراد، من اومدم منت کشی بکنم، اومدم که دل شما رو به دست بیارم، اومدم که از شما عذر خواهی کنم، اومدم که چرا جوابمو نمیدی. من الان داره به هم توهین میشه، چرا جوابمو نمیده نازی؟ نازی جان یک کاسه ای بشقابی چیزی داری چینی باشه لطفا. آره دارم. خب ببین فروغ جان، همش هم که تقصیر تو نبود. خب کامران هم خیلی زیاده روی کرد. حالا ببین ما باید عکس العمل تمرین کنیم، یعنی باید تمرین کنیم که تو به کارای قلمراد عکس العملای خوب نشون بدی. متوجه شدی؟ نه یعنی چی؟ ببین یعنی که چه میدونم، بهش لبخند بزن، با سر تاییدش کن، یه کاری بکن که مطمئن شه که تو از کاراش خوشت میاد. همین کارا رو کردی خودتو به داداش من انداختی نه؟ تا چشمت دراد عزیزم. اما قلمراد جان بیاینه. خب برای داری گریه میکنه. خب ببین فروغ جون، برای اینکه قلمراد تابلو رو بهمون نشون بده باید بهت اعتماد کنه، باید یه جوری دلشو به دست بیاری. یعنی چی نازی؟ خب من چه میدونم، باید یه جوری دلشو به دست بیاری دیگه، یعنی باید درش دلبری کنی. دلبری چیه نازی؟ ببین من چه میدونم، تو سه بار شوهر کردی، تو نمیدونی دلبری یعنی چی؟ ببین همه اونایی که با من ازدواج کردن خودشون دلشون رفت برای من، تو که با ازدواجت با کامران خودتو ارتقا دادی طبقتو، تو بگو دلبری چیه؟ آها راست میگین فروغ جون، یادم نبود. فقط نمیدونم چرا تک پسر طبقه شما کارگر شرکت طبقه ما بود. کامران؟ نازی خانم من کارگر شما بودم؟ کامران من براتو دلبری کردم. ما بلدیم. چی بلدی شما حیفنون؟ ما دلبری کردن را بلدیم. میخوای دلبری کنیم
فروغ خانم یاد بگیرن. تو دلبری از کجا بلدی؟ در مدرسه در دوران کودکی تئاتر اجرا میشد، ما نقش شارون هستون را بازی میکردیم. میخواهید دلبری کنیم؟ خب حالا بیاین یه فرض محال بررسی کنیم. چی؟ فرض محال این که یه چیزی بخوره تو سر قلمراد خرشه بخواد دوباره از تو خواستگاری بکنه. چی کار میکنه؟ خب نمیتونی مثل دفعه قبلی رفتار بکنی که بعد نشون بدی خیلی ذوق زده شدی. اصلا حرفشم نزن نزن. گفتم فرض محال. الان کامران ازت خواستگاری میکنه، تو باید سعی کنی خودتو کنترل کنی، عصبانی نشی. من کاملا مخالف هستم، چون که میدونم که فروغ خانم بعد از شنیدن این پیشنهاد یا خودشونو میکشن یا بنده رو. یه شری درست میشه نازی خانم، من خواهش میکنم. شما خانم رو نمیشناسی. من چون خانم رو میشناسم حاضر نیستم این نقش رو بازی کنم. شر درست نکنی نازی خانم. کامران خواستگاری کن. خب درست خواستگاری کن، تو الان قول مرادی. تو با قول مراد ازدواج میکنی فروغ خانم؟ چی گفتی قول مراد؟ تو با قول مراد ازدواج میکنی؟ ها؟ قول مراد تو برای چی میخوای با من ازدواج کنی؟ ها؟ قول مراد میخواد فروغ خانم رو خوشبخت کنه. قول مراد من باهات ازدواج میکنم. حتما جدی میگی دیگه نه؟ ها؟ جدی میگی؟ خواهرتون کشتن خودشونو. قول مراد دست به زن داره. اصلا مردی که زنشو نزنه که مرد نیست نه؟ قول مراد خرشو میاره تو اتاقش. وای آخه خرش نازی. قول مراد با دست قضا میکنه. قول مراد رو زمین میخوابه. قول مراد خیلی آدم بدیه. قول مراد وای واقعا چقدر بدویت افسار گسیخته شاعرانه ای. بابا مولش بریم نازی خان. وای واقعا خیلی سخت بود برات فروغ. چجوری طاقت آوردی؟ نازی شوهرم میخوام قول مراد باشه نازی. خوشگل باشه، با شخصیت این قول مراد باشه، بدویت داشته باشه قول مراد، شوهرم جذاب باشه، بعد با دست غذا بخوره. وای نازی خیلی دوست دارم. شمال می رویم. چمدونای منو گذاشتی پسر؟ بله هم مستو بود، چمدوناتونو گذاشتم صندوق. شما هم تشریف می آورید منصور خان؟ بله ما هم تشریف می آوریم به خضرسر پیش پسرمون قلمراد خان. چه تصادف جالبی. خودت چه تصادف جالبی؟ فکر کردی که من تره میزنم که من غال بذاری بری تنهایی ده خضرسر الماس برداری بیده اینجا باغ هپلی هپو بکنی؟ نه منم از باغ بندازی بیرون، پول شارجم ندید، چلو به خواه عروسی بگیدی دنبال دیبورا بندازی، من برا ده خیابون رو کارتان بقابونه. نه بیسکوین. یک نفر این ماموت را خاموش کند. رو کارتان بخوابون، تو خیابون بیسکوین بخورم چلو بر خواه. کامران. بله پدر. ببینین دیگه چمدونای امانسو رو ما گذاشتیم صداقت، دیگه اجازه بدین ایشون هم با ما بیان دیگه. بله فهمیدی چی گفتیم یا نه؟ آی 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 شایان گوش کن شایان، کسی را که نمیشناسی راه نمیدهی، آشغالای استخر را میگیری، باغچه ها را آب میدهی، روی چمن ها هم فوتبال بازی نمی کنی. آی فهمیدی؟ من واقعا معذرت میخوام. الان با من شما کاری نداریم. در را باز کن. در. مرسی. بودو. شیدا جون نمیان، اما منصور داره هم خوش میگذره. نه خیر، شیدا رو میخواه بذاره دیجا که از باغ مراقبت بکنه دنده، که شما تنهایی نرید خضر شرق اونجا پیس قول مراد الماس برداری بعد بیای دیجا. خفه شو منصور. چلو باغ هپلی هفو بکنه منو بندازه ده بیرو که برو ده اون کارپل بخوابه. شیکار کنم اخوان. الو پیمان، الو به بچه ها بگو ردیفه، بگو ردیفه یه باق دربست در اختیارمونه، میخوایم بیایم اینجا بتره کنیم. بگو بیام. بودو کجای؟ نزدیکی؟ نزدیکی؟ بیاین نگه بابا. اه سلام. بودو سلام. بودو بچه بیا بودو بیا. چه شهوت.
سلام علیکم. پدر گفتن علیکه سلام. آقا خیس شدیم، آقا خیس شدیم. آب خیسه دیگه. میگن پدر آب خیسه. نهار که داری، نهارتون حاضره؟ بشین اونجا میام سراغتون. پدونه این خیلی من گشنمه. الان صداشون کم بیان نازو. خب آخه گشنمه. این اخلاق های رعیت رو بذار کنار. کلاتون چقدر قشنگه فروغ خانم. کامران پدونه این گل بگیرندان گنجی را که نصفش باید سهم تو باشد. آقا آقای آقا میخواستیم غذا سفارش بدیم. بده. منو ندارین شما؟ چی هست؟ هیچی پدر. میگن که هرچی شما امر فرمایید میارن همین الان. ما چلو کباب مخصوص سلطانی میخوریم با دوغ و دوشاب. چیزه منم از همینایی که ای گفت میخوام. نه مگر میشود روی حرف مظفرخان حرف زد؟ ما هم از همین ها میخوریم. من پیتزای مخصوص میخوام با سیب زمینی و سالاد. خب کامی اگه از این غذا داره منم لازانیا میخورم. شما احیانا اینا رو یادداشت نمیکنی؟ نه منم یه دونه جوجه کباب میخورم. کامران پدر اتفاقا این رستوران دارایی که اهل چاپلوسی کردن از مشتری نیستن خیلی غذای خوبی دارن. بسیار بسیار غذای خوبی دارن. خوشحالم که همه موافقین. نازی زود بزن به تخت لطفا. بزنم به تخت داری از لاغری میمیری بدبخت. برای اینکه من اینجوری ظریفم خوبم تو بازاری پسندی نازی. آره آدم خوب بازاری پسند باشه تا که قل مراد پسند باشه. نازی گرسنم اعصابم. دخترها اتفاقا پدر معلومه که این رستورانایی که خیلی دیر غذا رو آماده میکنن در سرو و پخت غذا بسیار بسیار دقت میکنن. بله پدر مثل این که اشتباهی شده. اجازه بدین آقای اشتباه نشده کامران. تابلوی پشت سرت را خنده ای کامران. آخه نیست که نور افتاده بود تو تابلو. من که اصلا متوجه نشدم اینجا فقط این غذا رو داره. بعدم فقط مگه من اینجا سواد دارم؟ خب مگه من فقط گشنم شده بود یا مگه من گفتم بشقابا رو بیاره اینجا اینجوری پرت کنه یا من گفتم مگسا بیار اینجا؟ من اصلا چیز از من با این عذر کامران جان اصلا. در مورد طلاق نازی هم بعدن صحبت میکنم. خاک بر سر خان مظفر که سفره‌های شیرین و رنگارنگش ضرب المثل تهرانی بود. ببین به چه روزی افتادیم. ما که این قضا را روی چشممان میگذاریم.